باید توجه کرد که یه سیستم چه توانایی برای جداسازی تشخیص و عملکرد داره. سیستمایی که عدد بی‌دی‌آی و ترشورد سطح هرچند چو از قانون رادار بهره بردن، توانایی بالایی در تعیین اهداف، جداسازی و تشخیص اهداف دارن که این اصول اپراتور باید در حین عملیاتی که داره انجام میده بر روی سیستم تعیین کنه و باید بیاد اون عدد ویدیوی مورد نظرش رو مشخص کنه. در نوع اعدادی که شما در ویدیوی میدید، به طور مثال در اینجا ویدیوی 75 و ترشولد 45 رو داده باشید، به دنبال یه هدفی از نوع مس با سطح بالا یا با اندازه بزرگ و بالا هستید. این تشخیص رو در زمان تصویرگیری باید اپراتور بر روی تصویر مثلا در نوع لکه سرنگی مشخص کنه، تعیین کنه و تصویرگیری. خب این تصویریه که با ویدیوی 75 و ترشولد 45 گرفته شده. ساختار 75 در عدد 15 در سیگنال پایینه که اون رو میدیم، بالا 0 پایین 15 یه تاییدیه میدید، یه لکه ماننده این و یه لکه ماننده این و جاهای خالی نرم و جاهایی که ترکیبی از ویژگی جداسازی نسبت به منابع طبیعی و محدوده رو داره یا خاکهایی که تبدیل به حالت طبیعی شد، پایین رو 0 میدیم، بالا رو 20 میکنیم بنابر ترشورد 45. این لکه ها بزرگتر میشن، منظمتر میشن و شکل خاص خودشون. بعد از این ما همین مسیر رو طی میکنیم و دو بالا رو میدیم به خاطر اینکه جداسازی در ترکیب شکل پدید بیاد. این ترکیب در اینجا پدید اومده و اون اضافه ها جدا شده و بعد کد 1 رو بهش میدیم. در اینجا ترکیب ها باز به همون حالت در اون نقاط باقی میمونه با یه مقداری از تغییر شکل و دو صفرش میکنیم. در دو صفر ما دو لکه داریم، یک لکه در اینجاست و یک لکه در اینجاست که اگه بخوایم از سایزهای 5 یا 2 یا امثال اینها استفاده کنیم، شکلهای گوناگونی رو به ما این ترکیب میده. حالا ما اگه از ویدیوی از F7 استفاده کنیم، این ترکیب شکل میده. خب ترکیب F7 استفاده کردیم و این دوتا آشکارتر شد، واضحتر شد و قابل رویته که ببینیم این دو لکه در این کد پدید اومده. اینجا تو سیستمایی که فرکانسی عدد ویدیو و ترشورد سطح هرج دارن چنین مختصاتی پدید میاد، چون بنابر قانون رادار کار میکنه، ولی اپراتور باید بدونه چه عملیاتی رو داره انجام میده. حالا اگه فکر کنیم میخوایم ببینیم در اینجا این منبعی که وجود داره با اون ویدیوهای 55 میخونه یا اصلا چیزی از اون طبقه هست، ما کد 11 پایین رو میدیم که برابر ویدیوهای 55، پایین صفر میکنیم، دوباره بالا رو میبریم روی 20 چون ترشورد 45 داشتیم. ترکیبی نزدیک به اون ظاهر میشه، ترکیبی با شکل 75 داره آشکار میشه، پس ترکیبشون مانند اون نی ولی به هم نزدیکه. حالا میایم 2 رو میدیم، 2 رو وقتی دادیم این شرایط پدید میاد. خب این بر روی ویدیوی 55 بوده، یعنی این که ما اومدیم اینجا سیگنال پایین 11 انتخاب کردیم، البته کد ویدیوی خودش 75 بوده، و بعد 1 رو به این میدیم. خب یه تک لکه هایی در اینجا میاد، آیا انتهای اون با اون عدد یکسانه؟ یعنی با 75-45 یکسانه؟ نه، یک هدف دوقلو رو به ما در اینجا در ترکیب شکلیش نمیده که ما بخوایم بگیم اینجا یک دوقلو به دست آوردیم مثل اون. این روش کارهایی که با فرکانس کار میکنن و در اصل جی پی آر ها هستن، چون جی پی آر ها هستن که عملیاتشون با فرکانسه، چون میگید گراند پنتریشن رادار یا پنتریشن رادار، پنتریتی هم بهش میگن، ولی مهم اینه که با فرکانس کار میکنن. پس این نوع عملیاتو شما میتونی از سیستم هایی بگیری که فرکانسی هستن و این جداسازی ها رو دارن. حالا اگر ما بخوایم اینجا از اینترپولیت استفاده کنیم، چون اونجا دو قلو رو گرفته بودیم با 15 و با ترکیب عدد 15 پایین یا 75 ویدیوی، پس میایم الان اینترپولیت 1 رو به این میدیم و ادامه کارش رو ترکیبش رو به دست میاریم. حالا میایم همین کد عددی که اینجا داده بودیم، البته اینترپولیت رو چون پولاریزیسیونه، جدا کردن میدانهای الکتریکی از مغناطیسی، کد 15 رو میدیم. کد 15 پایین همون ویدیوی 75 در سیستم های فرکانسی کرده ویدیوی و ترشولد 108 داره، دوباره پایین صفر میکنیم، بالا رو 20 میکنیم چون گفتیم ترشولدمون 45 بوده. دو لکه رنگ منظم در اینجا داریم و دو تام در اینجا داریم. این ترکیب ها الان با جداسازی اینترپولیت،
کد دو رو میدین، یه لکرک تک اینجا داریم، اینجا پیوستگی های از ساختار مساله و مواد و منابعی داریم که دستی قرار داده شده، و یه مثلث هم در اینجا داریم که اینم نوع ترکیبی از جاییه که حفره جای خالی یا استنادی از یک موادی که بر اون قرار گرفته. حالا یک رو بهش میدیم، باز ما دو لکه رنگ رو داریم که اگه F7 رو پر رنگ کنیم این دو لکه اینجا بالا میاد. تا همینجا ما این نوع دایره‌ای که در دور این داریم و برای این هدف کافیه، چون ما اینترپولیت رو داده بودیم، چون اینترپولیت رو میدیم تا این یکم پیش بریم کافیه. حالا میایم دو صفرش میکنیم. در دو صفر ما اینجا دو لکه به این صورت داریم که میبینید یکی به این سمت به رنگ آبی و یکی به این سمت به رنگ قرمز هستش. اینا فقط شما در سیستم هایی که عدد ویدی های دارن، ترشورد 100 تا 8 دارن و ساختارشون از نظر کاری با فرکانس، میتونید این نوع ترکیب شک های دوقلو رو به دست بیارید و جداسازی کنید و ترکیبش رو که بخواید متوجه شید هدف اصلی هست یا نیست. در صحنه اصلی کار از این روش ها میتونید پیاده کنید، ولی در صحنه تمرین امکان داره اینا تک لکم با همین کدا بیاد، ولی ایرادی نداره چون ترکیب اصلی شکلی اون هدف یا منبر هم میتونه مشخص بکنه.